دو سرباز ارتش ترکیه توسط افرادی که به گفته مقام‌های امنیتی این کشور احتمالاً شبه نظامیان کرد PKK هستند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی ترکیه که این خبر را منتشر کردند به دنبال عاملان این اتفاق در دیاربکر هستند. در روز پنجشنبه دو سرباز دیگر هم در درگیری‌های متفاوت در مناطق دیگر کشته شدند. روز چهارشنبه جنگنده‌های ارتش ترکیه در عملیاتی در استان حکاری 24 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK را بمباران کردند. از ماه ژوئیه سال جاری میلادی، یعنی حدود 3 ماه قبل که آتش بس بین دولت ترکیه و PKK پایان یافت، درگیری‌ها بین این دو گروه به طور بی‌سابقه‌ای در دو دهه اخیر افزایش یافته است. در این مدت کوتاه بیش از 120 نفر از نیروهای امنیتی ترکیه و صدها نفر از شبه نظامیان PKK جان خود را از دست دادند. درگیری‌ها بین ارتش ترکیه و نیروهای PKK در 30 سال اخیر بیش از 40,000 کشته به جا گذاشته است.